Kim und Bruchim, das Kelle mit Svot. Bahse die Gel, Kelasse die Gel, als Messilat die Scharim, als Harab, Moshe Heim, Lusat, Oram, Hal. Hoş آمدید. چه اونایی که حضوراً در روم هستن و چه اونایی که دور در زوم و اونایی که بعداً ضبط شده برنامه رو گوش میدن، تسکل مسوت، هم تسکل مسوت برای شنیدن و یاد گرفتن و انجامش و هم تسکل مسوت برای سپورت و حمایت از کلاسایی که داریم، کلاسای تلویزیونی، کلاسای رادیویی و تلفنی که داریم و حضوری، www.torahhelp.com در اختیار شماست. لینکی که هر کسی میتونه بره و بذرتش از 52 دلار تا 52000 دلار بر طبق سلیقه و استقبال خودش میتونه کمک بکنه و از این کلاس ها برای ترویج تورا در تمام دنیا، در یوتیوب، در فیسبوک، در ساتلایت، در جی ال ویز، در همه جای دنیا واتساپ حمایت بکنه که زخوتش به عنوان جهانی ماگن همه خواهد بود. رسیدیم به بحث نکیوت. نکیوت که گفتیم یعنی پاکی نفس، که حتی آدم دستش گرد و خاکی باشه هنوز رغبتش نمیشه که بخواد اون گرد و خاک دستشو بذاره تو دهنش. حداقل میاد دستکشی دست میکنه، دستشو میشوره، یا با یه جلی دستمال کاغذی خوراکی رو دست میگیره که گرد و خاک دستش به قضا و از قضا به دهانش سرایت نکنه. همینطور هم انسان حداقل تا اونجایی که میتونه تمیزی نفسش، درونش، نشاماش براش اهمیت داره. نکیوت، پاکی نفس. و حراف سه تا طریقه پاکی نفس رو به ما اینچنین معرفی کرد که در گمارا میگه یکی از نظر دزدی، یکی از نظر زنا و بیفتی و یکی هم از نظر آواک، گرد و خاک لاشون هارا. میگه این سه تا زود نفس آدم رو کثیف میکنن. چرا؟ چون نفس آدم به اونها تمایل داره، علاقه داره، دزدی، زنا، لاشونهارا. و میگن آدم بتونه واقعا رو خودش کار بکنه که این ستا رو تا اونجایی که میتونه از خودش دور بکنه با نفسی پاک، اون موقع زندگیش رو در مقصد و هدفی که داره طی میکنه و میبینه به خوبی چطور به اون هدفی که میخواست یا درجهی که میخواست رسید. همطور که در ماشین، اتومبیل، سه تا مایه رو باید چک کرد، یکی روغن، یکی آب و یکی بنزین. هر سه تا اینها مایه هستن. اگر کسی بتونه این سه تا رو خوب چک بکنه قبل از مسافرت طولانی که داره به خوبی به مقصد میرسه. اگر آبش کم باشه ماشین جوش نمیاره، اگر روغنش کم باشه ماشین نمیسوزه، اگر بنزینش کم نباشه به خوبی تا منزل میتونه بره. پس میبینیم این سه مورد در واقع هر جرنی و هجرت و مسافرت ما رو تو زندگی تا اونجا که بشه کمک میکنن. یک نوشته خوندم که یک وکیل بازنشسته میگفت تو این 50 سالی که من وکالت کردم 99% اشکال، شکایت از اونهایی بود که به هم اعتماد کردن. چون آدم حواسش فکر میکنه به دیگری دیگه نباید باشه، اعتماد میکنه، یک بار شکایت تو امکان داره یک اجحافی هم پیش بیاد. اگر آدم به خودش اطمینان نکنه، بگه راستش من یه ذره روی موضوع ضعیفم، باید یه نفر باشه که حواسش به من باشه، باید با یه نفر همیشه مشورت بکنم، همیشه باید از مرحله آزمایش خودمو دور نگه دارم. کسی که به خودش اطمینان نکنه از خودش شکایت نداره، اما کسی که
انقدر خودباوری داره و خودش مطمئنه و خودشو در هر آزمایشی قرار میده، متاسفانه فردا جای پشیمونی داره. پس هاراو داره اینجا موضوع رو برای ما بیشتر باز میکنه، میگه تا اونجایی که میتونیم حواست به نفست باشه، فکر نکن چون سنی ازت گذشته، چون انقدر دانش تورا داری یا این همه تا الان میسوا کردی، پس از این به بعدم به خوبی پیش میره. بالاخره آدم تو رانندگی هم روغن میسوزونه، هم آب و هم بنزین. همه رو نمیتونه بگه یک بار که بنزین زدم، یک بار که آب ریختم، یک بار که روغن زدم دیگه کافیه. همینطور آدم پاکیش روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه تحلیل میره. به خاطر معاشرت، صحبت، رفت آمد، کسب و کار که با دیگران و دنیا داره، از پاکیش بدونه که خودش متوجه بشه کم میشه. به حدی که هاراو توضیح میدن کلالو شل دوار، رو بحث دزدی بودیم که آدم حتی برای دیگری هم کار میکنه باید برای وقتش اهمیت قائل بشه و مبادا که بخواد از وقتش سوء استفاده بکنه موقعی که خودش رو در اختیار دیگری قرار داده و حقوق میگیره. کلالو شل دوار حسخور اسل حورو، کسی که پیش دوستش، پیش کسی دیگه روزمزده، کارمنده، لعیز ملخا شتیه، برای هر کاری که باشه اومده ظرفشویی یا اومده بیبی سیتینگ یا اومده توترینگ، درس یاد بده، معلمی، برای هر کاری که باشه، هینه کل شاوتاو مخورت هن لولیومو، تمام ساعتش به کارفرماش، به صاحبکارش فروخته شده. کنیان شامرو زیخمانی براخا، همونطوری که در گمارای بابا متسیا میگه سخیروت مخیرا لیومه، کسی که روزمزده در واقع روز کارمنده، روز فروشه، روزش فروخته شده به دیگری. به خلمش یک گخمم لحنات اسمو بیز افشه اینو الا گزگمون، و میگه هرچقدر از وقتش غیر از کارش استفاده بکنه گزل، دزدی کامله. و این لو محلو، و اگر صاحب کارش نبخشتش اینو محول، بخشیده نمیشه. شکوار امرو رابطن و زیغان لیبرخا، چرا که حخامیم در مسخت یوما اینچنین فرمودن که روز کیپور که بالاترین کارواش و روز پاکیه، هنوز به ندام لحورو، گناهان بین انسان و انسان رو نمیتونه پاک بکنه، فقط به ندام لمکم، گناهان بین انسان و خداوند رو میتونه پاک بکنه. اولود چه بین ادم لحورو این یوم کیپوری مخپر، از شیرتسید حورو، تا اینکه دوستش رو دلجویی بکنه و ازش بخواد بخشش بکنه. ولو اود الا شفیلو ایم آسان میسوا بیزمن ملختو، حتی اگرم در هنگام وقتی که داره از صاحبکارش بگیم جدا میکنه یا میدزده، حتی به اون وقته داره میسوای انجام میده. لو لستاکات تحاشب لو، براش به عنوان میسوا و یا صدقه به حساب نمیاد. الا عبراهی به یادو، یه گناه پاش حساب میشه، چرا که این عبراه میسوا نمیتونه یه گناه میسوا به حساب بیاد. و حخامیم همچین کانسپتی رو در گمارا دارن به عنوان میسوا حبا من عبرا، میسوایی که از عبرا اومده. مثلا در مسخت سوکا میگه سخخ گازول، سخخی که سقف سوکایی که دزدی شده است. چجوری؟
برگاشو رفته از درخت همسایه چیده. پیش خودش میگه آخه چند تا برگ و شاخه چه مگه ارزشی داره؟ میگه هنوز اگر مال همسایه است باید اجازه بگیری. بهش میگن میسوا هبا من عورا، داره میسوا میکنه اما با گناه. مثلا بعض موقع باز در مورد اتراگ و لولاب میگن که شخص رفته داره اتراگ و لولاب میخره، چند مثلا میگیم 50 دلار، 50 دلار چند تا مورد باش میاد؟ 3 تا. چند تا حد از این بید میاد؟ 2 تا. این که ما بعض موقع یک ذره پا اصرار میذاریم رو چونه زدن، حالا چند تا بیده دیگه هم بذار اگر خوش شد بیا، اینم این دیگه هم قبول، دیگه قبول کن، اینم 50 تا 50 دلار بگیر، من رفتم دیگه با امید خدا. به زور طرفو میخوایم راضی کنیم که بگیره، میگن اینجا اشکال داره، طرف رو نارضی گذاشتی و رفتی. اگر واقعا طرف گفت اوکی باشه 50 دلار نو پرابلم، آره، اما اگر نه حیفه، میسوای رو داره اشتباه انجام میده. فکر میکنیم زرنگی کردیم، فکر میکنیم برد کردیم، فکر میکنیم قیمت بهتر گرفتیم، ولی خب طرف رو مجبور شد و شایدم بل اجبار چاره ای نداشت دیگه جلو مردم، یا نمیخواد سر به سر ما بذاره و الی آخر. تو رو دروسی از هاریزال پرسیدن که این درجه ای که تو کسب کردی به این درجه قبالا رسیدی از کجاست؟ یکی از دلایلی که میگه برای میسوا سعی کردم هیچ چونه ای نزنم، کیف پول مجرای طرف گرفتم، گفتم چقدر میشه این، هرچی میخواد هرچی باید بردار. میگفت چون از ته دلم برای میسوت خرج کردم، این میسواها تا این حد ارزش داشت جلوی هشم که تونستم به زخوت میسواها به این درجه برسم. به همین دلیل هاراف توضیح میدن انسان باید یا از قبل شرط بکنه، بگم من میدونید که فلان ساعت معمولا باید مینخا بخونم، فلان ساعت باید برکت آمازون بگم، فلان ساعت معمولا من یه کلاسی برگوش کنم. از قبل شرط میکنه که شرایط کارمندیش یا کارگریش چیه. اگر طرف گفت آیش کاری نداره، اگر فلان فوقش بعدا این ذره بیشتر بمون، یا تا مادامی که دیگه کارتو زودتر انجام بدی مسئله نیست، اصل اینه که کاره انجام بشه. تا مادامی که یک قراری بین همدیگه هست که شخص آگاهه میدونه که بعد یه میسفایی انجام بده و اونم میدونه که یه وقتی یا این جدا برای خودش میخواد، تا مادامی که سر قرارشون هستن هیچ اشکالی نداره. به همین دلیل اینجا توضیح میداره که انسان حتی موقعی که میدونه دوستش شاگرد مردمه، زیاد نباید وقتشو بگیره پشت تلفن و الی آخر معطلش بکنه. چرا؟ چون میدونی شاگرد مردمه. مگر اینکه بگه که موقعی تو میتونی صحبت بکنی، چه موقعی میتونم وقت آزاد داری برای خودت داری، کافی بریک، لانچ تایم، بعد از کار، چه موقعی؟ اما اینها رو بالاخره آدم باید فرشته باشه تا بخواد به این دقت واقعا تمام پاکیشو حفظ بکنه، ولی هنوز نمیتونم ازش چشم پوشی بکنه. همونطور که ما برای بهداشتمون بالاخره سعی خودمون رو میکنیم، خونمون، دستمون، دهانمون تمیز باشه، بالاخره سعی خودمون رو میکنیم، میگه همینطور انسان باید سعی خودش رو برای پاکی نفسش بکنه، نخواد برای خودش دنبال میانبرد یا شورتکات بگرده. و قبول بکنید هر چقدر نفس انسان پاکتر باشه، انسان میتونه رحم بیشتری رو در اون شخص ببینه، و رحم بیشتر، لطافت بیشتر، رحم بیشتر خداوند رو بر انسان بیشتر میکنه. ولی بعد از اینجا آدم شروع بکنه که رحم رو در دلش راه بده. مگه موقعی که پاکی رو در دلت راه میدی، برای وقت دیگران، مال دیگران ارزش قائلی. این پاکی نفس، نکیوت،
در انسان لطافت و رحم میاره و این رحم، رحم خداوند رو بر انسان بیدار میکنه. معورر رحمیم، که موقع که تفیلا میخونه بذرتش هم به خوبی قبول میشه. پس نکیوت درسته با یک سری امورات زندگی همراهه، ولی نتیجه و ثمرش و مزدش خیلی بالاتر از این هست. و ما میدونیم در تورا مثلا در پارشای رعه میگه موقعی که تو به جنگ میری به نتن لخا رحمیم و رحمه خا، اگر دقیقا تلفظش رو درست گفته باشم در پاسور، که میگه خداوند به تو رحم میده و به تو رحم میکنه. مفارشیم سوال میکنه اصل اینه که خداوند به آدم رحم بکنه، چرا میگه به تو رحم میده و به تو رحم میکنه؟ میگه چون اون کسی که رفته در جنگ دیگه دستش با جون دیگری آغشته است و خون دیگری، حتی اگه برای دفاع هم باشه هنوز یه مقدار قسی القلب بیرحمی درش راه پیدا میکنه. و برای اینکه خداوند بتونه بهش رحم بکنه، اول بعد یک ذره رحم در دلش پدید بیاره. خداوند میگه من اول به تو رحم میدم که لیاقت رحم من رو داشته باشی، که بعد بتونم به تو رحم بکنم. پس مبادا که انسان با عصبانیت، با خشونت، با تندی، دستی دستی رحم رو از دل خودش بخواد دور بکنه، چون رحم خودش که به دور رفت حسب شالام رحم هشمم رو از خودش کم میکنه. پس اینجا حالا توضیح میده مطمئن باش حتی میسوان میکنی به قیمت وقت و پول دیگران نباشه، هنوز از خودت مایه بگذاری که داری میسوان انجام میدی. اوکراکتیو همونطور که در یشعیا پاسخ میگه سونه گازل به اولا، که خداوند دشمن قربانی های اولا، قربانی های سوختنیه، یعنی منتعله درجه قربانی که همه سوخته میشه، ولی گزلا گازل ارو دزدیه، بره گوسفند مال خودش نیست، دزدیده و ورده که قربانی برن. میگه خداوند اتفاقا نه تنها خوشش نمیاد، تازه بیشتر متنفر میشه، سونه گازل به اولا. و در همین اصل در باب کما میفرماد او به اینیان ز امروز زیخرون ابراخا هرش گازل سعاحتین اودحنا و افعا و مبارخ این ز مبارخ الا منعیس. کسی که میره یک گونی گندم میدوزه، میره آردش میکنه، ازش نون میپزه و روش هموتزی لحمین ها آرس میگه، میگه این براخا نیست، این توهینه. این زمه وارخ الا منعس، از متاسفانه چیزی که دزدی شده میخواد شکر خدا رو به جا بیاره و خداوند رو به عنوان یک توهین تلقی میکنه. دختیم او بوتزه یا برخ نیعت ساشه او بوتزه یا برخ نیعت ساشه، کسی که میره قصب میکنه و بعد روش برخا میگه نیعت ساشه، این برخا نیست، این توهینه. و همطور که در همین موارد در مسیخت یوشلمی گمارا یوشلمی مسیخت سوکا میگه اویلو لزه شناسا سنگرو کتگرو، میگه وای بر کسی که وکیلش اومده ازش دفاع بکنه تازه بر ضد خودش حرف میزنه، حتی این وکیلش هم داره میگه این طرف چقدر تبهکاره. دیگه ببین چقدر طرف تبهکاره که حتی وکیلش هم حاضر نیست ازش دفاع بکنه، تازه بر ضدش حرف میزنه. کاتگور میشه بدگو، دادستان. سنگور یعنی خوشگو، میگه وکیل، میگه اوی به شخصی که، وای بر شخصی که نه اساس سنگورو وکیلش، تازه کاتگورو میشه بر علیه خودش بدگویی در مورد خودش میکنه. و میگه در مورد کسیه
که میسوایی که داره انجام میده، این میسوا راه خلاف اومده، فکر میکنه این میسوا ازش دفاع میکنه. نگو، بیشتر داره لوش میده، اشکالاتشو داره فاش میکنه. اوی لولازه شنانسه سنگرو کتگرو اوخ معمارام زیخرون لبرخا بینیان لولا و گازول. همطوری که قبلا گفتیم که اخامین در مورد لولاو و گازول، لولاوی که دزدیده شده است و میاره شخص باش برخا میگه، قبول نیست. و هدین نوتن که هره گزل حفظ گازل و گزل زمن گازل، و میگه هیچ فرق نداره که آدم از مال دیگری بدزده یا از وقت دیگری بدزده، چه از مال دیگری بدزده و میسوا بکنه، چه از وقت دیگری بدزده و بخواد میسوا بکنه. میگه شخص باید این نکات ریز رو در نظر بگیره. و راست شو بخواهید، یکی از حخامیم، یکی از بزرگان میگفت همه ما هیلخوت پسخ، هیلخوت روششانا، هیلخوت تیشابه ها، حتی هیلخوت شبات رو با اینکه بارها پرسیدیم هنوز باز دقت به خرج میدیم، باز میپرسیم که درست انجام بدیم. ولی میگم موقعی که به بیزینس میرسه، به کسب و کار، هیچ کسی فکر نمی کنه که تو شولخانه رخ دو تا جلد قطور خوشن میشپد و ایون هایزر در مورد ارتباطات بین انسان و انسان صحبت میکنه، کسب و کار و الی آخر، که اون برای خودش شولخانه رخ داره، برای خودش حلاخا داره، چیزی که هر روز ما باش در تماسیم، نه پسخی که سالی بار، نه کیپوری که سالی بار، نه شباتی که هفته یک بار. هیچ کسی تا حالا نشده، یعنی هستن، با اون صورت بیاد چکار بکنه، بپرسه بگه آقا حلاخا این چیه، چطور من میتونم بیشتر در این مورد موضوع کسب کار بدونم. الان مثلا چیزی که حخامیم روش بحث میکنن، ریترن پالیسی، این که آدم تا چه موقع یا چه جور میتونه یک جنسی رو پس بده. الان امروزه طرف میدونه چیزی که میخره امکان پس دادنش خیلی زیاده. قبلنا طرف میخرید که نگه داره، امروزه میخره که پس بده، چون میگه فوقشم اندازم نبود، فوقشم این پس میدم. الان همچین حلاخه‌های دیگه توی صحبت ها توی کلاس ها هست که از نظر ریترن پالیسی که آدم حتی آنلاین هم داره با کمپانی کار میکنه یا اوردر داده از چین، از کره یا از همه جا، بر طبق چه شرایطی میتونه هنوز پس بده. آیا اومدیم و خواست پس بده، طرف گفت لازم نیست پس بده، یک دیگه شو برات میفرستیم، بعد تا اومدید این چیزی که اتفاق میخواست پس بفرستید تا شروع کرد به کار کردن، اتفاق اینم بد نیست، اینم هنوز خوبه، باز حلاخا چیه؟ به همین دلیل شولخانه رخ فقط مال برخای تفیلین نیست، شولخانه رخ فقط مال شحریت و منخا و عربیت نیست، شولخانه رخ فقط برای حلاخای شبات و پسخ نیست، همینطورم برای شولخانه رخ برای کسب و کار خوشن میشپاد ایون آیزه، همون حقوقی که آدم توی ازدواج زن و شوهر رعایت میکنن، همون حقوقی که کارمند و کارفرما رعایت میکنن، همون حقوقی که همسایگان با هم رعایت میکنن، You will be surprised، تعجب میکنید که در شولخانه رو خوشن میشپاد در مورد حتی دو نفر که توی کنیسا روی نیمکت میشینن صحبت میکنه، که آیا طرف میدونه یه ذره پتو پم بشینه جارو برای اون یکی تنگ بکنه؟
آیا میتونه طرف بگه که این جای من اول بودم، من اول اینجا میشینم؟ حتی در این موردها شولخانا رو میگه حقوق هر کسی محفوظه. اینکه شخص بخواد مثلا بین دو تا همسایه یه دیواری بذاره، گمارا رو این بحث میکنه که آیا چقدرش رو باید هر کدوم شریک بشن. و اگر طرف بگه که من نمیخوام، آقا من دیوار نمیخوام، مگه چیه؟ یه زمینه بین من و تو، هر کسی میدونه که اینجا چیه، دیوار بزنه چی؟ $10,000 پولش رو بدی برای چی؟ من دیوار نمیخوام. ولی طرف پرایوسی میخواد، اون یکی همسایه زندگی خصوصی میخواد، اون میخواد بزنه. میگه تو میخوای بزن، من نمیخوام دیوار. من فکر کنم همینجوری هم مرزمون معلومه، یه خطم معلومه، چند سال دارم اینجوری زندگی میکنم. اون طرف میاد و دیوار میزنه. در گمارا میگه یه باد میاد، یه چیزی میاد، بالاخره چند تا آجرش، اگه دقیقا یادم باشه، چند تا آجرش میفته بعد چند وقت. چند تا آجرش میفته، اون که تا حالا نمیخواسته دست میکنه و این چند تا آجر رو چکار میکنه؟ میذاره سر جاش. که چرا؟ چون از این چند تا آجری که افتاده خونش معلومه. بیه؟ تو که میگفتی نمیخوای دیوار که، پس الان که میخوای برای سلامتی این دیوار قدمی ورداری، پس تو داری نشون میدی که راضی هستی به این دیوار، بعد نصفشو بدی. پس این که دیتیلز ها و جزئیات این موضوع کسب و کار از نظر پاکی که انسان میخواد توی کسب و کار داشته باشه بسیار. پس همین که میایم کلیسا دل خودمون رو خوش نکنیم، همین که پرده خال شب کیپور $100,000 میخریم دل خودمون رو خوش نکنیم، این که پاکی اون پول خیلی مطرحه که انسان چطور در کسب و کار تونسته این یک قرون دوزار رو برای خودش دست و پا بکنه یا کسب بکنه. اما برگردیم اینجا که حرف توضیح میده هنوز انسان باید از یک جای شروع بکنه. بالاخره هر کسی یک گذشته داره، یک معلومات محدودی داره، بالاخره همه خود بنده هم همه هلاخه ها رو انسان نمیدونه، ولی میگه باید از یک جا شروع بکنه. پاکی نفسشو باید از یک جا شروع بکنه که نخواد بگه business is different، کسب و کار فرق داره. بله من صد البته تو کنیسا، تو خونه همیشه حقوق دیگران برام مطرحه، اما تو کسب و کار فرق داره. این که انسان قبول بکنه که اتفاقا اونم مهمه، از یک جا آدم شروع بکنه پاکی رو. در نتیجه حراف ادامه میده و میگه کسی که برای دزدی فرق قائل نشه، چه پول چه وقت، فرق قائل نشه. چیزی که ما بعضی موقع پشت تلفن به همدیگه میگیم، زنگ میزنیم و میگیم میدونم دارم وقتتونم میگیرم، ولی تو که میدونی داری وقت منو میگیری، میدونی که الان وسط ساعت کاری منه یا وسط ساعت خانوادگی منه، تو که میدونی اصرار چیه، پس چه بهتر که نگیم. چون انسان فکر میکنه با گفتن این که داره اعتراف میکنه که من میدونم دارم وقتتونو میگیرم، دیگه خودشو معاف کرد. اینکه بعض موقع آدم میگه لاشونهارا نباشا، ولی فکر میکنه دیگه خودشو معاف کرد چون گفت که آقا من میدونم شاید لاشونهارا باشه، ولی شروع میکنه به لاشونهارا گفتن. آدم نگه بهتره. چرا؟ چون حداقل متوجه است که امکان داره دارم من یه اشتباهی انجام میدم، خودمو معاف نکنم.
پس اینجا هارام میگه دیگه چه بدتر که اگر شخص بخواد با اون اشتباهش تازه میسوان بکنه. ما میدونیم که در روز کیپور، مهمترین روز سال، مهمترین شخصیتی که تو یهودیت کوهن گادوله و کوهن گادول در مهمترین روز سال یوم کیپورین داره در درگاه خداوند حاضر میشه، در کدش کداشیم، در مقدسترین اتاقی که اونجا وجود داره در دنیا، کدش کداشیم. در تورا میگه موقعی که کوهن گادول که معمولا 8 لباس شمونا بگادیم 8 لباس برتن داره که از طلا درست شدن، تزئین شدن، میگه موقعی که داره میاد در کدش کداشیم، مبادا که اون لباس های طلایی رو برتن داشته باشه، با 4 تا لباس کتونی سفید نخی پاشو بیاد جلو خداوند. خداوند در حضور پادشاه آدم بهترین بالاترین لباساشو میپوشه، یک بار در سال موقعیت پیش اومده میخوام بیام پیشت. میگه نه. میگه چرا؟ میگه چون تو این امروز روز مغفرت، روز بخشایش، یوم کیپورین لیفنه هشم تیتها رو که دارین در حضور خداوند پاک میشید. نمیخوام این طلایی که روی لباس توه، طلای اگل هزهاب، گناه گوسال پرستی رو یاد من بیاره. مبادا که طلا رو بیاری در اونجا، مبادا سنگور تبدیل بشه به کتگور، طلایه با لباس مجلل اومده احترام خدا رو بگذاره، ولی همین طلا بود که شما باش گوسال پرستیدید، یک بار گناهان شما یادآور من میاد. نه یا یادآور من نکن، طلا نه یا 4 تا لباس ساده سفید نخی بپوش بیا. پس اینجا میبینیم که انسان کلن تو زندگی بعد مواظب باشه سنگور رو تبدیل به کتگور نکنه. اون عامله وساطت و دفاعش رو تبدیل به عامل روسیایی و یا شرمش نکنه، سعی کنه وکیلش وکیل بمونه و اتفاقا دهن بدگو رو تا اونجایی که میتونه ببنده. نه این که تازه این وکیل هم که میتونست ازش کمک بکنه رو چکار بکنه؟ بیشتر پشیمون بکنه. خیلی هستن کیس رو دراپ میکنن، میگم ما سالی I cannot continue، نمیتونم ادامه بدم. چرا؟ ببین این موضوع اینقدر، برو سر یه وکیل دیگه پیدا میکنم، بیانم پولتو پس بگی، من حاضر نیستم ادامه بدم. میگه مبادا که انسان میسواشو بکنه بر ضد خودش. میگه این میسوا نبود، این برخا نبود، تو گفتی یه توهین بود. آخه چرا؟ تا این حد آدم بعضی موقع متوجه نیست و سوال میکنه، میگه من که این همه میسوا کردم، من که برای دیگری، باز چیزی که در گمارا میگه، اشتباه نکنم یه گمارای مثلا خگیگا میگه، میگه کسی که دست میکنه جلوی مردم به یک شخص فقیر آبرومند پول میده، آبروشو داره میریزه، به خیال خودش داره میسوا میکنه. نداد بود کم بهتر بود، بهش کمک نکردی، آبروش رو دید. آبروش خیلی بیشتر از اون 100 دلاری که تو الان بهش میدی ارزش داشت. پس بعضی موقع آدم متوجه نیست که میسوایی که داره فکر میکنه میکنه در واقع داره اون رو روسیا میکنه، شرمسار میکنه. کتگور یک باره قدرت میگیره، این بدگو دادستان و وکیلی هم دیگه نیست که بخواد صحبت بکنه. پس بیاید به عزت هشم از یک جای شروع بکنیم، از این همه تلفن هایی که به هم میزنیم، از این همه وقت و نیم وقت که با هم دیگه در تماس هستیم، سعی کنیم از یک جا پاکیمون رو شروع بکنیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه پاکی
در انسان نزدیکی به خداوند پدید میاره. و کسی اگر بتونه واقعا پاکی خودش رو روز به روز بیشتر بکنه، حتی کاتگور، حتی اون ملاخ یا انرژی یا دهن بدگو هم تبدیل میشه به سنگور، تبدیل میشه به وکیلش. یه جوک همی هست که میگن فرق بین وکیل خوب با یه وکیل عالی چیه؟ میگم وکیل خوب قانون رو میشناسه. پس وکیل عالی چیه؟ اون قاضی رو میشناسه. کسی اگر بتونه پاکیشو نکیوتشو جوری بالا ببره که خداوند خواهانه اون میسوایی که انجام میده باشه، همین که خداوند تو تیم با باشه، دهن همه کاتگور بدگویان بسته میشه و موقع است که بزدچم پیروزی، موفقیت، سرفرازی نصیب ما میشه. بارو خشم لعولم اما آمن. خشم کمک کنم که به خوبی بتونه به اون درجه برسیم.